با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان سلام عرض می‌کنم حضور شما بیننده محترم شبکه خبر. ساعت 23 دقیقه است و با خبرهای این ساعت در خدمت شما هستیم. ثبت نام دانش آموزان اتباع در مدارس استان تهران آغاز شد. مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران خطاب به مدیران مدارس گفت در چند روز باقی مانده تا آغاز سال تحصیلی جدید دانش آموزان اتباع را ثبت نام کنند تا در ادامه سنجش دانش آموزان پایه اول انجام شود. آقای بهرامی همچنین به مدیران مدارس تاکید کرد درباره طرح مهر و بازگشایی مدارس ایده و برنامه‌ریزی مناسب داشته باشند تا روز اول مهر که با 17 ربیع الاول مصادف شده با نشاط و شادی برای دانش آموزان همراه باشد. ثبت نام اتباع غیر مجاز در مدارس ممنوع است. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز گفت ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی در البرز بر اساس شیوه نامه وزارت آموزش و پرورش و سازمان ملی مهاجرت و همچنین به ترتیب اولویت انجام می شود. به گفته ی آقای دهقان‌شیری ثبت نام دانش آموزان اتباع دارای اقامت ویژه، خانواده شهدا، جانبازان، ایثارگران، نخبگان و دانش آموزان دارای استعداد برتر، فرزندان اتباع دارای مدرک اقامتی آمایش و هویت، دارندگان روادید دارای اعتبار و دارندگان دیگر مدارک اقامتی معتبر در مدارس استان البرز انجام می شود. سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی زابل گفت یک دستگاه اتوبوس مسافربری حامل اتباع پاکستانی در مسیر برگشت از خراسان رضوی و در مسیر زاهدان به نهبندان با یک دستگاه پراید برخورد کرد. به گفته آقای محمدی دو نفر از مصدومان حادثه پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان شهید آتشدست نهبندان منتقل شدند. سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی زابل گفت 35 نفر از سرنشینان هم سرپایی در محل حادثه درمان شدند. شورای امنیت سازمان ملل 28 شهریور نشستی با موضوع افغانستان برگزار می‌کند. در این نشست که با حضور روزا اوتان بایوبا رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، سیما باهوس رئیس بخش زنان سازمان ملل و نماینده از جامعه مدنی برگزار می شود، قرار است درباره افغانستان رایزنی انجام شود. پایان این بخش خبری و سپاس از همراهی شما.